افغانستان کشوری که در جنوب غربی آسیا واقع شده است و پایتخت آن کابل می باشد. افغانستان یک کشور کوهستانی است و آب و هوای متفاوت دارد که تقریبا معتدل است. تعداد از ولایات آن نسبتا سرد و تعداد ولایات نسبتا گرم می باشد و همچنان دارای 34 ولایت است. نفوس این کشور تقریبا در حدود 40 میلیون تخمین شده و از نگاه موقعیت جغرافیایی به مرکز و یا چهارراه آسیا مشهور است. در ادبیات بلند شرقی قلب آسیا دانسته شده است. شهر عاشقانه های بابرشاه، شهری که آرامش دارد و مردمش از عیاران قدیم، آسمایی شیر دروازه دارد و نانش بوی غیرت دهقان دیارم را. سلام به کابل، سلام به افغانستان، خوش آمدین به هفتمین فصل هی میدان تی میدان با من باسد ایرج. از اینجا تا افغانستان زیبا را به تصویر بکشیم. اولین سفر ما را آغاز میکنیم از ولایت زیبا و دوست داشتنی کابل و آهسته آهسته میریم به تمام زیبایی های افغانستان. این هفته در هی میدان و تی میدان شما را میبریم به شهر کهنه کابل. قصه، تاریخ، دیدنی ها و غذا. شهر کهنه کابل به عنوان یادگاری از ساکنان اصلی کابل امروزی شناخته می شود. ساکنان شهر کهنه کابل به عیاری و جوانمردی مشهورند. کهنسالان این شهر هنوز هم از فداکاری های باشندگان قدیم این شهر یاد می کنند. شهر کهنه کابل با استفاده از هنر معماری قدیم ساخته شده و بازی کاغذپرانی، سرگرمی که در شهر کهنه کابل مرسوم بود، هنوز هم در این شهر وجود دارد. کابل قدیم فرهنگی داشت که انسانهای اصیل تربیت کرده بود. آمدیم به شهر کهنه کابل که واقعیت اما بوی شهر کهنه را از یادم میتونه حس بکنه. دیگه خانه های اینجا هم کس دوستان تو به یک شکل بسیار قدیمی و کهن اما تو معماری شده که میبینیم از چوب، سنگ و گل استفاده شده. همچنان فکر میکنم امو سبک نجاری که اینجا صورت گرفته شاید فعلا به این سبک نجاری در کابل خبر نباشه. اینجا هم کس این بنا سبت یونسکو هم هست، بنا و مسجد خزبک هاست اینجا. خود که چی خوب یک دروازه خیلی زیبا و مقبول داره. این از یک هم داره فعلا خود دروازه که هست تو بسیار دیگه بس خیلی زیباست واقعیت که همونطور شکل مقبول و زیبای خودش داره. دوستان ما میریم ادامه می سلام علیکم کاکا جان، بسیار زیاد ببخشید، نمیخواستم که مزاحمت بکنم، فقط یک می دیدیم. خوب هستین؟ انشاءالله صحتتان خوب است، بخیر هستی؟ خوب هستی؟ خوشحال شدیم که خوب هستی. ما هم چنین خوشحال شدیم برادر، خوب هستیم انشاءالله. چی مصرفیت اینجا؟ خب ما دیدم این مسجد است دیگه. بله این مسجد گذر از بکا است. من خودم اینجا خادم هستم، خدمتگار این مسجد هستم، یعنی میگه و میولس منطقه خود خدمت میکنیم برادر. خداوند اجر بده، زنده باشی برادر، خوش آرام باشی. هم چنین شما سلام علیکم کاکا جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ صحت خوب؟ اجازه از بشینیم یا نه؟ چطور هستی؟ صحت خوب است؟ شکر. چقدر دیر است که خودت در دکان، در گذر زندگی میکنی؟ می گذر تقریبا 50 سال است که میگه بود باش داریم. 50 سال وقت که خیلی وقت است و یک بله. عمر است. بله بله. برای ما یک کم در مورد قصه های گذشته و رسم و رواج از یاد بکو. قصه های گذشته دیگه این منطقه به نام گذر ازبکا یاد میشد. مردم های بسیار اصیل کابل اینجا بودن، دیگه به مرور زمان از اینجا رفتن، حال دیگه مردم های اینجا آمدن و بود و باج دارن. بسیار رسم رواجای خوبش بود، یک محبت بود، یک دوستی بود دیگه در این منطقه. نمی گپا بود سابق از امو ایارا و کاکای کابل برای ما بگو. لا کاکای کابل اینجا بسیار بود، خواه یکی دو نفرش اگر نام ببریم که اینجا در قسمت عاشقان عارفان ایشان بود و دیگه یکی دو تای دیگه بود و دیگه بود تو نفران نامهای شادم نیست خب تا کاکای کابل همی ها بدن. مگر کاکای بدن که کاکای بدماشی نه، کاکایی که یک دو نفر که تیر می شد او را نان می دادن، قدر می کدن، دیگه می کدن، ایتو کاکای نه که او را بزنن بکنن. من تا از منطقه باز غیر از منطقه دیگه کس
چهار نفر پنج نفر دو دفعه سه دفعه تیر شده نمیتونست. همون کاکا دورش میداد که آجان کجا میری چی میکنی در این منطقه. اینه تو گپا بود. خوب مردم های اصیل بود. اینجا به نام رئیس حسن خانهش اینه در این عقب مسجد قرار داشت. اینجا به سوی وزیرا، به سوی موینا، به سوی بسیار کلان کلان آدم ها اینجا بود و باش داشتن. تشکر کاکا جان. میخوایم که پرسان بکنم خانه وکیل صاحب منطقه کجاست؟ همراهش کمدگان بگردیم بعض جای جالب و جای دیدنی رو ببینیم. خانه وکیل صاحب منطقه در گذر سنکش هاست که در این طریق کوچه چقرک میتونیم شما بالاش نور رو ببینین و فعلا اینجا مربوط همو وکیل وکیل امید است، وکیل سنکش ها که نمایندهش ما خودم هستیم. خواه نماینده این منطقه. بسیار خوب بسیار خوب. خیلی با خود در جای میریم و وکیل صاحب رو میبینیم. تشکر. بله و آمده ایم به پیش خانه وکیل صاحب. امیدوار هستم که وکیل صاحب هم دیگه خانه باش امروز. وکیل صاحب سلام، چطور هستید؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هست انشاءالله؟ کارا و روز و روزگار بخیر مگذره؟ فضل الله، چطور که شما در کلبه غریبانی ما بیادر؟ نور چشم هستین، همیشه به خدمتتان هستیم. سلامت. وکیل صاحب ما های میدان تای میدان آمدیم پیش خانه شما. خواستیم که امروز بر ما بعض جاهای شهر کنه را به معرفی بگیری، بعض جاها را با ما یک جا نشان بتی. دیگه بچشم، اید مشکل نیست. خدا قدم اول خوش آمدین و دوم دیگه بدونی که یک چای یک دیگه بدونی خوزن مسافیدای منطقه ماست و سابقه دار سابقه ترین مسافیدای ماست. دیگه معلومات از او از ما کده چیز زیافتر هم است. بسیار خوب. یالا بریم بخیر. یالا. یالا شد. پیش آیسته. پیش آیسته. گاه خسر. گاه خسر. با اجازه. بخیر باشه. خویسته دیگه اینمی که از دو بردان تاریخی شهر کونه منطقه بالاقلای عاشقان عارفان دو اخدان بوده اینم اینجا. خود امینجا بوده اینمی خورایی؟ اینمی وسطی از این دو اخدان بود که اینا پته زینه داشتن برف در زمان زایرخان. در زمان زایرخان برف پایین میکدن اینجا یک چاوار همتو یک عرد واره چکوری بسیار وسیع و کلان بود و چهار دوبر از این چا سنگکاری بود. سنگکاری کرده بودن اما تو گرد آگرد دیده سنگکاری کرده بودن. با در اینجا که برف می شد در کوها و چیزا باز مزدور می گرفتن. خب بیا ویسا بیا اینجا ببینیم جانا اینجا رم جانا هزار دفعه باز از اینجا کنده کنده ای را می گرفتن می بردن اونجا بازی را انتقال می دادن به می اوتلا و به می کافیا. باز این برف اینجا چقدر دیر دوام می کرد ویسا؟ این رسای ما فقط خدا گردنم بسته نکنه الا ماه جوزا را میخوام شخص خودم یادم میاد که نمیجا برف بود. برف. کنده کده کنده کده کنده کده از اینجا انتقال میدن به شهر میبردن بیادر ایسا گفتن برای اوتلا میدادن. با صبح که میشد صبح اکی بیادر 10 تا 15 تا 20 تا بیادر اوتلی میامده نمیجا که مرا 10 کنده روان کن مرا 6 کنده روان کن مرا 4 کنده روان کن. این رضای الله بود یا فروخته میشد؟ نه فروخته میشد. خب فروخته میشد چون از کوتا میکدن اینا ای به نام
یخدان میرسلم آقا نام داشت. بعد از وفات آجی یاسین ایده تصویه کرده بود برای دوستای خود، برای برادرای خود که اینجا مرا دفن کنند در این باغ. حالا فعلا در این باغ دفن است. دیگه آدم بسیار نیک و آدم خیرخوا، کمک کننده با این منطقه، اینی گپا را این آدم داشت. و یه قصه جالب دیگه که بیادر اونو خانه ما است، اونو بالا خانه ما است. خب بالا؟ این بالای از این باغ خانه ما است، پشت از این دیوار باغ خانه ما است. این دو تا یخدان بسیار چخور وسیع بود، مردم او وقت توان قدر چیز نداشتن که جور کنن یا فرض مثال تیار کنن. بعد از بسیار وقتی بیکار ماند، مردم جنگلی و بگیر و نمان همه چیزها را در این منداختن. دمی اقدان منداختن به خاطر از این خانه نزدیک بود، هر کس هر چیز منداختن. روز از روزا از یک مامای ما بود، کفتر باز بود، کفتر از این پشک خورد. این پشک بسیار محکم زده بود که حتی بیخی دیگه شاید از بین رفته باشه یا چی رقم خامت یاد من همه قدر گپ میه که شب ما دان کلکید سرات هستیم که می صدای خورخور میایه، صدای خورخور نفر میایه. خدا این نفر از زیر کوچه کسی کشته، ایچی گپ شده، ایچی رقم قصه است. وقتی که از کلکین کله خود بیرون میکنم، ما شخص خودم از کلکین که کله ما بیرون میکنم، پدر جانم بود، زنده بود، حیات بود. پدر گفتم بیا که در زیر کلکین ما خورخور است، چی گپ است، چی قصه است. پایین سیل میکنم که چراغ بود، چراغ دیسی بی گپا رواج نبود. هلیکین بود. هلیکین همین لامپا بود. هلیکین و لامپا بود. شیطان چراغ بود. بله آسان. یه پایین سیل میکنم که این مامای ما بیادرش گفتن آن دا غلام حضرت نام داره، حالا خدا بیامرزش وفات کرده. یه بیادر همی خر میزنه و معلوم نیست دیگه گپ دمی قاطع می جنگلی ها لوتک میزنه. و پدرم گفت بیایی که پاون شدیم که غلام حضرت است، نامش غلام حضرت بود. باز که پاون میشیم صاحب که یک حالت داره که نگرفتم ایتانی ایره، نه بیادر بغل کردم ایتانی، یک خوب کسافت در ایره لود داده را ایسن و خر میزنه و لود میتر، خر میزنه و لود میتر. ایره بالاخره بیادر مولوی زمان چیز، در زمان که مولوی که بودن بازی آقای ما میره و را خبر میکنه و بیادر میان سر ازی آیات و حدیث میخونن که بازی آدم خوب میشه. عجینات بود. بازی آدم از ذره خوب میشه و بازی ما انتقال میدیم در خانه. در خانه که انتقال میدیم دیگه اونمو وقت است که بیادر ایسا گفتن در بسیار دیر که دمی پشکا و بیادر نمی گپا ای سر معامله ازی بود دیگه. دیگه نمی خسه جالبه ازی یخدان بود که ما ایره با چشم سر خود دیدیم. شخص خودم سن ماست 67 ساله. وایس قصای از یخدان که شنیدیم که واقعا قصای جالب بود. حالا وکیل صاحب کجا میخواین که بریم؟ حالا میخوایم در پشت سر این یخدان یک زیارت دیگه است به نام بابا غرغوری. اونجا میریم با دایی صاحب دوباره دوام یادم. حتما قصا و تاریخ جالب داره. بسیار تاریخ شیرین و بسیار قصای شیرین داره. بریم بخیر. یالا. بیا باسو جان بیا. دوستا آمدیم به زیارت بابا غرغوری. همونطور گفتیم. بله همونطور باسو جان. آقای صاحب بیجه چی کمال داشت؟ چی ویژگی داره؟ والا صاحب کمال های ازی خود زیاد کمال داشت. اینمی طفل هایی که به حساب ازی که اطرارشان بند می شد یا فرض مثال مشکل برشان پیدا می شد ایره می آوردن همی خانما یا سیاسرا می آمدن اینمی رو سه بار دوره می دادن. بالای همین مرقد از این سه بار دوره می دادن. بعد از سوم بار به خاطر از اینکه دروازه شام تو کلان ماندن که نبادای که طفلا هم اینجا به حساب اطرار خالی خوده کنن باز هم اینجا باز می شد و بعد از همون دان چیز از همون دان دروازه دیگه اونا می رفتن و بعد خداحافظ. این یک کمال بسیار نیک چیز داشت و بابا غرغوری که می شد بازی بیادر ایست گفتران کل مردم میره به این بسیار مردمای که اصیل کابل هستن، در کابل زندگی کردن، زیست کردن این بابای غرغوری را به تمام مانا کلن میشناسن که این چی کمالا داشتن. وکیل صاحب بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین برای ما
آیسا از خودتون تشکر. دیگه ما بریم بعض جای دیگر هم ببینیم. دوستا با ما باشید. بخیر باشید. کوچه کافروشی که بیشتر از 200 سال قدامت داره و یکی از کوچه هایی است که کسایی که به این کوچه نامده باشه فکر میکنه که جز کا و علف در این کوچه چیز دیگه فروخته نمیشه، ولی در این کوچه از قالین فروشی گرفته تا شکستبند و گوشت قاق و پرنده های زیبا در اینجا به فروش میرسه. همچنان ناگفته نمانه که در زمان تیمورشاه عبدالی در این کوچه پرنده های زیبای دولتی نگهداری میشد. میریم با هم یک جا میبینیم. نام خدا که بیروبار و تجمع هم زیاد است، با ما باشید. کافروشی کابل نامی آشنا در سطح ملی و حتی بین المللی و مکان تاریخی است که در قلب کابل جای دارد. در دورانهای قدیم کافروشی مکانی برای خرید و فروش کاو و علف بوده است. در گذشته کسانی که از ولایات دوردست افغانستان حیوانات اهلی خود را برای فروش به کابل می آوردند، در این مکان از آنها نگهداری می کردند، می خریدند و می فروختند. در گذشته در پایتخت افغانستان جز کافروشی کابل هیچ جای دیگری برای خرید و فروش حیوانات کاو و علوفه وجود نداشت. آمدیم در یکی از دکانهای کوچه کافروشی که مربوط آیسای بسم الله میشه که 30 ساله دکاندار کوچه کافروشی است. آیسای بگو برای ما از خاطرات از این کوچه است. خاطرات این کوچه است که تقریبا 20 سال 30 سال پیشتر این کوچه بسیار پرنده های خوب خوب زینتی ها پیدا میشد، خوب فروش داشت، مردم شوقی ها زیاد بود. ولی تقریبا یک 8 سال 10 سال میشه این پرنده دیگه مثلا زیادتر مردم شوق نداره، پیسه نیست، دیگه نیست، کاروبار گم است. خدا مهربان است که کارام رونق بگیره. بله. چی چیزا در این کوچه به فروش میرسه؟ کدام پرنده است؟ پرنده کناری فروش میره، آدم چیره، توتی، ماینا، قمری، کوک، هر چیز فروش میره. خلاصت این پرنده با دیگه در این کوچه است، هر چیزی که میخواییم. از قیمت ها چند است؟ از چند رفع یک پرنده است تا چند است؟ قیمت ها وقت بود کناری ها تا از 80,000 گرفته تا 20,000 تا 30,000 تا 5,000. آل او کناری که مثلا 80,000 70,000 به آل 2,000 است. خودت شوقی چی هستی؟ خودم شوقی کناری و سایر کناری و نمی چیز هستم. خود داری اطمان دیگه در خانه هم؟ دارم دارم. قصه بو که از یگانم و جنگ هایی که برگزار میشه تمی کفتر بازی و مرغبازی ها بود در باغ بابر میشد و اینجا میشد مرغبازی ها 20,000 و 30,000 مردم بسته میکرد یک لک. اون مرغبازی ها بود، آلی نیست طور دیگه. کوکبازی ها بود یک لک، یک و نیم لک. بادام باغ اینجا مردم جنگ مینداختن. دیگه نمی شوق های زاب بود مردم ها جاتر. آلی دیگه خب نیست کلگ پشت نان و پشت چی هست دیگه. میشه برای ما نشان بود یکان تازمی کناری های کی جاست و یکان آدم چیره هم هست نی؟ اینی آدم چیره هست، یا آدم چیره هست کلان مثلا یا هست وقت بود 2,000 دو نیم هزار، آلی هست 400 500 اینی آدم چیره هست، اینی کناری ها هست 5,000 4 نیم هزار بود یک کناری ها، آلی هست 500 1,000. خوبترینش کدام هست باز؟ خوبترین کناری های نمی کناری های سفید هست. سفید نام داره باز از خود؟ نه چپپر هست، چپپر جنده ای دیگه. از یا باز سایر کناری هست، این سایر چوکر است. بسیار خوب. این چوکر ها مثلا پادشاه سایره این یار. پادشاه سایره؟ 8,000 9,000 10,000 سایره. چرا پادشاه سایره میگن؟ خود دمی مثلا تغییرات داره با سایره نه؟ سایره سعی کنید سایره یک پیش نولش گل داره و یک خال سیام داره، یک دور گردنش. خب یعنی چرا خیر و سلامت باشی. خوش میکنم. آجی لالا هم یکی از دکاندارای سابقه کوچه کافروشی که دانه برای پرنده ها و همچنان همه تلبا به مفروشه. فکر میکنم که 40 چند سال میشه آیسا بیجا دکان داری؟ 10 سال جوالی بودیم، 44 سال هستن دکاندار. در بازار امرای نسبان ما جوالی بودم، اما بعد از 10 سال 44 سال از دکاندار هستن. 44 سال وقت که بسیار یک وقت طولانی میشه. آیسا بگو برای ما از گذشته از این کوچه، گذشته چه قسم بود؟ گذشته سابق به نام تیری کوچه بود، سبانای سابق. خب برای تیری که چیزایی که پیدا میشه جوازای تیر بود، اینجا مردم های بسیار زیاد کلان بود، گازی ها اینجا تیر میشد دیگه. بعد از هر چیز بدرکه از منطقه بود، چیزی کاکه شار بود در این بازار میامد. خب به خاطر از این پیش پرنده ها میامدن از امیران تیر میشدن، مردم های بسیار بود رسوخ، مردم های بسیار چیز
و از برکت این مسجد پل کشتی دیگه یک نماز از این بفهمید که چقدر فضیلت داره. دیگه مردم های بیامدن که کوچه به نام کوچه کتاب فروشی و چیزا در اینجا بود مازواد زیر برادر گلم فروشی بود گلم های سابقه ازارگی در اینجا بود. پیشتر گفتم که نامش چیزه که بخوایی در این کوچه کتاب فروشی پیدا کردم میتونی دیگه نال نمی دوخان خودم هم از غلباب از پرنده باب از کنیری از سایده از کوب از هر چیز. شوق چی را داری خودت؟ ما فقط شوق پیسه را والا دیگه چی داشتم شما والا شوق دیگه چیز نیست غیر از پیسه. نه 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 خب خودت باز کدام تیل را مفروش اینجا؟ تیل شرشم، تیل زیتون، تیل زغیر، تیل کنجد بدون از اینکه تیل های دیگه تیل باب دیگه که از چیز میایه از خارج میایه از پاکستان اینجا میایه برای دوا و برای چیزا از این چیزا. بسیار تشکر آقای صاحب. بخیر باشی. چای میخورید بشی. قربانت شوم. بخیر باشی. آقای صاحب هم یکی از شکستوانده های کوچه کاف فروشی دیگه که آمدیم پیشش. مقصد ما کنم جایی نشکسته. آمدیم که خبرش بگیریم. سلامت باشی. آجی صاحب من یک سوال بپرسم امی چطور یک کسی که دستش بشکنه رو چطور میفهمی که دستش شکسته بدون عکس و چیز؟ اتو از ما از پدر کسم ماست و دست بگی دست گرم می باشه دست به جای نشده یک خط گرم می باشه رقم پندگی باید بود معلومش که یه به جای است یا رک شده یک قبضه شده بس. بدون دیگه کدام چیزه؟ بدون نبود کسم دست بزنم اول خودم میفهم. خب چقدر چقدر دیر است که کار میکنی؟ این 30 سال میشه تجربه کاری. 30 سال اینا لب دست ما رو بی بی سای که از چند جای مایده شده. جور تایر دید. آه جور تایر. باز وسایل چیز هم داری یا نه هم تو؟ نه داره می این مساج است. خب مساج میتونم از بادی از پای است یا سر دست یا مس. خب بادی نه مس مساج است. یا درگ است. خب این یا مساج میتونم؟ آه بله آه مساج میتونم. یا سر است. کابل ایزر به برق است اگه نیال چکش میکنیم. برق میز برد ما چکنه میدونم برد. خب خیر گفت نیست. باز دیگه چی چیزا استفاده میکنین؟ دیگه دوای یونانی ترکیبی خودم از مملای زرق میدونم پسر این از منظمه با بسه میکنم. اینه نمی ها. خب این از پدر کلان هم اینو ماندگی زیر نمی. اینه از چی از دهی؟ این مملای زرق هشت دوم بطا میگن تو اینه می هست. خب حالا اگه یکان وقت دفتن یک جای ما ضربه میخوره یا مفتیم شب به جای میگن نه آمیانه خب اون به جایش با دیگه بسک درج گم میشه خب اگر تو پیشکی دیگه بسک کنی خرابی میشه نه خرابی میکنه والا ما خود دیدیم اگر خم ترس خورم شدیم گشنام شدیم یعنی بهترین چانکی به جان دا کافرج منزل دو جا برو خوب چانکی میتا غذای خوب است یک لذت اما تو غذای وطنی است دیگه غذای اصل کابل اصل کابل است قربان تو ایسای بخیر سلامت باشی خب دوستا عزیزم خیر بریم یک چاینکی مزه دارم بخوریم شما هم با من باشید. سلام علیکم. السلام علیکم. صدایت چطور است؟ سلام خان. سلام خوب بخیر است ان شاء الله. جانک چطور است؟ خوش آمدی برادر. سلامت باشید. تشکر. با کافروشی بیای و چاینکی نخوری دیگه امکان نداره. توتای اما تو گوشت، دنبه در چاینکای چینی که واقعا دیگه اما تو خیلی مزدار و خوشند. تو صدایی چطور استی؟ چیال داری بدر؟ کارا روز روزگار بخیر مگذره؟ خدا را شکر، هزار بار را شکر. صدایی که بسیار مدت زیاد میشه که در اینجا استی دیگه. چقدر دیر میشه؟ بسیار وقت شد از ما خود تقریبا. یکم 70 سال شد که از ما هم یکیز به پدریست. 70 سال؟ بله آقا. خدا بیاموز پدر ما یکیز به مزلک پیش میبرد و بعد از اون دیگه تقریبا 25 سال، 26 سال، 27 سال شد که من خودم هستم بمی. دیگه بعد از اون به خودت میراث ماند و خودت هم پیش میبری. چیزی فکر میکنم چیزی که چاینکی های خودت متفاوتر از دیگه جای ها ساخت همی هست که امینجا پخته میشه دمی چاینک ها بله تو هست که واسه جانی چاینکی های ما که از دیگه خواهد ما و ما میراسی مانده خواهد ما همی کذب پدریست کذب قدیمیست دیگه ما بیادر پوش در پوش همی کذب ما سمی چاینکی پذیر دیگه ما دیگه اصلی چاینکیست که مخصوص دمی شهر کابل کونه دیگه گفتیم بله بله شهر کونه کابل شهر کونه کابل همی
رسومان دیگه تا بالا. چطور است باز جوان هم فعلا علاقه پیدا کردن؟ من چاینا که خوردن یا نه؟ 100% من والا هستم، من جوان ها سفید ها بزرگوار رقم و دوستای عزیز، بسیار جالب که است امی فضا و محیط از اینجا است، چون هیچ تغییر نخورده اما تو دست نخورده باقی مانده. فکر کنم دمی طول همه قدر مدت 70 سال یک شده ای به ایجا به می شکل حفظ شده. به می شکل هست دیگه، ای کدوم دست نزده میش گیره نواوری کنیم بدر این می چیزی کس این چیزی هست. کدام از چاینکا از قدیم مانده؟ والا باس جان از این چاینکای قدیم راستی بگم دیالا بسار شما مایده شده دیگه قدیمی چاینکا دیگه این چاینکا هست که بسار قدیمی است. ای دیگه شاید از این چقدر وقت شد؟ والا بدر دیگه شخص شاید که 30 سال 35 سال از چاینکا شد. بله این چاینکای هست که کلش چاینکای ژاپنی هستن دیگه. باز یا یرارت زیاد نمشکنن؟ مایده میشن با زورشان میکنیم. خب پس ترمیم میشه. بله بسیار خوب. استاد وحید دیگه امروز آمدیم که یک چاینکی برای ما هم جور بکنی. هزار دفعه چرا نه؟ تو چی میگن یک چاینکی همون تو چرب وطنی همون تو که یاد کابل قدیم. چی مفتده این چاینکی استاد وحید؟ این چاینکی ها واسه جان خنده که میگوش و گوشپند هست، جنبه هست، دال نخورد هست. دیگه مسئله خاصی هست که بدر قندور ما خود ما جور میکنیم، از جو زیافه میکنیم دیگه، کدوم چیز دیگه نداریم. بشک خوب است خیلی یک چاینکی هم برای ما جور بکنی. استاد وید این گوشت از چه قسم است؟ بعضی ها کم چرب دوست دارن، بعضی ها چرب. باسی جان گوشت از گوشت و گوسپند. خب کسی که چرب میخورد یک دنبه گوشت، یک توتا گوشت، یک توتا دنبه، یک توتا قبرغه یا کمر داره. خب وید یک ذره کم چرب میخوره، بازی یک توتا یک دنبه داره، بعد رقم دو توتا یک گوشت استخاندار و یک توتا یک گوشت سرخی داره. و یکی بدر به یکی کم چرب میخوره، بازو نه دنبه داره و نه پوشی داره، هیچ چیزی نداره. هیچ چیز نداره. بس دیگه کم چرب. قیمتا متفاوت است. نه هم یک قیمت. یک قیمت است. بله یک. یعنی یک روز دوگام اومده بده می نه یار دیدم ما بازم گپ سابق ما بگم نظر بند وره بند است. بس جانی دزگیرکای است که ما خود ما ساختیم. خب. اینا جور کردیم که به خاطر این اخرای چری را ما دیدن میتونیم، دست ما نمیرسه نه تو دستر چاینک دست ما میاد می سوزیم ما مبادر خان پس اون اول خاطرش از ابسار زور می باشه. بله بله باز از این ما استفاده میکنیم که بدر خان تو خود تا میکنیم و چاینک را شور میکنیم و بدر ما او زیافه میکنیم اینو تو بدر که بخاطر. بسیار خوب دیگه فعلا دیگه وقت جوش و خروشش دیگه فعلا است. آها آماده است. وای جان دیگه وقت خودت هم زیاد نمیگیره، ما هم گشنه شدیم، یک چاینکی رو برام جور بکو که دیگه بریم بخیر نوش جان کنیم. بسیار نه بخیر مبارک. بخیر باشی. بعد سی بس اورم. استاد خودت هم همت یک چای سبز تلخ برام بگی. چاینکیستیم دیگه، کاکا مختارم پالیم از پیشتر کاکا گفتمش صدا کرد گفت نه مرا کاکا نگو بیا که در یک پالوانی بگیریم. آه در یک پالوانی کنی باز یک چاینکی دیگه هم بتل میزنیمش با برکت خدا ویشو دیشه. میزنیمش. هفته چند دفعه من اینجا کاکا چاینکی خوردن خدا؟ یه آقا جان نه هفته نه گردن آدم بوده ای بسته میشه دیگه برابری را گپ است. خب امی هر وقت دیگه فرصت شد در خانه که دمیری خود زد که چای نیست اینا میخیزم نه این بابانه چای اینجا چای نکیرم میزنم یک دار پر چای میکرم میخیزم میخورم که اینا چای آوردم. ما پیشتر گفتم دمی کافروشی که بگی که چاینکی هم نخوری نمیسه. نه دیگه که نخورم خب میمرم زناقی من مگم بسته که دیگه نه خدا نه این چاینکی که نزنم دخونه که رفتم که بیادر قد چای کم افتاد بیادر در موتر ششتم پیسه را در جیب کرد مفتید پایان. خب دیگه خب نمیگم که چاینکی زده پیسه آله نالم شو که ببینند میگن که والا اینه پیسه را کلش چاینکی میخورده. قربانت شم کاکا جان، بیا بگو در این باره همی چاینکی و غذاهای محلی و قدیم کابل. قدیم کابل اینم اینجا وقت بود جان کاکاش اینمی کافروشی بود اینمی چاینکی بود. ما در باقازی چی میکردم؟ خربزه فروشی میکردم.
مگرم چای نکه خوردن دمی کافروشی میامد. کافروشی. نه از اونجا بودم اینجا میامد. بسیار جای قدیمی است. بسیار جای یعنی دیگه بدون 60 سال یا 62 یا 63 عمر ماست. دیگه بیادر اینم اینجا چای نکه خوردن ندم با قاضی میامدم. مثال حال از دی که میایم برای یک سودا مودا بیادر اینم پیسه اگر که نمیش میکنم نمیشه چای نکی میزنم نمیشه سودا میبرم. دوای جانت چوه؟ نه حال همه تو رست میگه زور لالاست کن گرده تا کاس تا کاس. اگر من مثال چای نکی را نزنم بکن دای چوبه کی میش کنن او جا میکنم. خود چوب شکنی هم میکنی؟ ها چوب فروشی دارم و قربان کاکای شوه چوب فروشی دارم. او قربان شوه کاکایت که در دوران چیم نور محمد ترکی هم همی خر کار کاکایت بود در دوران بیادر چیم حفیظ الله امین هم همی خر کار بودم در دوران ببرک آلمان هم همی خر کار بودم او قربان کاکای شوه در دوران مجددی هم همی خر کار بودم خر کار در خر کار نمیشتهش که خر کار در خر کار نه تاج سر مستی آقا نه خب ببینی او جان کاکای دیگه با دیدم که نمیشه دیگه از او سوست به دوان از او سوست به دوان بازی پنج سیرک چوب بدم پیش خانه آوردیم بی کاکا که بخیر دیگه می نانم شروع کنیم آه شروع کنیم دیگه بخیر که حاله قدشا کاکایش صدقه بفرمون خوب همتو یک کاسه گیلی همتو بسر همه تو بترتیب، همه تو امرای سلاته سلاته امرای همه تو چای سبز مغز شکن مغز شکن کاکام چوب شکن کاکام چوب شکن آجا؟ او قربان یلیت او قربان یلیت چطور نمید چلو که بخیر کاکا جان؟ قربان یلیت بسم الله الرحمن الرحیم حلا برکت الله بسم الله الرحمن الرحیم الله برکت الله به به سال مزو دار گوشت شام بگیره میگذره نهر باره گوشت شام بگیره دنبه شام ده جای دوستا هم خالی دگه نه خوب یک چای هم از کاکا خوب چای هست من میخورم یک گلاس دیگه هم بیار لالا برمام او قدش از کاکای صدقه ایره چای چی میگه؟ چای سبز؟ نه جان کاکایش نفهمیده ایره چای کوکن میگه کوکن؟ کوکن کوک کدمه میکنه چای واقعا کمتا یک چای نکی مزدارم خوردیم و قصای کاکام هم شیرین بود که فکر کردیم که چای بوره انداختیم از اینجا هم میریم دوستای زم به شور بازار تا اول هموطنهای ما رو بگیریم یکان گودی پران هم بگیریم و یک گودی پران بازی هم بگیریم مسجد پل خشتی یکی از مساجد تاریخی در کابل است که همیشه بیشترین نمازگزاران را می داشته باشد این مسجد که منار و گنبد آن از گوشه و کنار شهر کابل قابل دید است تاریخ طولانی دارد. طبق روایات بنای این مسجد بالای یک معبد گذاشته شده بود که به مرور زمان از بین رفته مسلمانان عرب که در نیمه اول قرن اول هجری وارد کابل گردیدند خرابه ی معبد مذکور را هموار و سنگ تهداب این مسجد را گذاشتند. ما هم تو کم کم تشنه شدم گفتم یک دوغ وطنی امرای بادرنگ هم بخوریم چطور لالایم؟ ساعت خوب است بخیر هستی تمت یک گلاس دو خوب مزه دار برام بنداز چتنی میخوری چتنی نه این چی از دسترش؟ این پودینه است نانا نداری پودینه انداختی؟ نانا تر است، او خود پودینه لبجای است خب وقت که همه هر چیز در وطن مزه میده همه دوغ هم دوغ وطنی خیلی مزدار است دیگه ما همین دوغه بخورم برم یک گودی پران هم بگیرم با یک
هست دیگه. آه شکر آه فرهنگش زنده است. بله. چقدر است که خودت گودی پران فروشی و گودی پران سازی میکنی؟ شخصا از خودم یک 30 سال میشه. پیش از این قبلگاه صاحبم بوده میشه. خود دیگه ای؟ شور بازار بله. کس بس پدر جان مانده؟ بله صاحب از پدر و بابا کلان یای ما مانده بله. خب خیلی دوکان هم دیگه بسیار همتا دوکان قدیمی است همینجا بود یا نه؟ نه دو پیش بوده موجا بودیم. خب باز از اونجا این طرف آمدیم دوکان ها که رئیس منتا سرقلفی نیست تو شخصی از خود ما نیست. به خدا مهربان است. بشک. استاد بگو تازمو تارای سابق که چند رقم تار بود؟ چه قسم؟ تارای هشت انگلیسی میگفتنش، هشت زنجیری میگفتنش. باز این سابقو میگن شیشه میزدن و چه قسم؟ بله ها شیشه زدنش هست. من خودم یاد دارم به خاطر همی استاد هم هستم. پدرم استاد بودم ای که خودم شیشه زنی دیگه دمی شیشه زدنش بله ها. باز چه قسم؟ داری از او تارای شیشه بله یا نداری؟ بله ها، اونه تیار هست همیج هست. اونه مو چرخ هست اینمی اینی؟ اینمی چرخ هست که چی اگر رنگ مقبول داره؟ بله خوب خوب رنگا داره ایره. ما خودم با دستای خود شیشه زدیم. خب و ای فعلا در شهر کابل بگویم یا شهر افغانستان بگویم این رواج نیست دیگه. فعلا می کمیکل که برآمد لیلویی بگویم برآمد باز مقامت از این در مقابل از او کمتر است. کمتر باز ایره طرف خارج میبریم ما. خب ای کدام ویژگی خاص خودش داره یا نداره؟ والا ویژگی خاص از خودشون سابق خوب تار بوده گا. بسیار خوب تار بود. از این کمیکل کردی بسیار خوب است. این باز قیمت هم است من. این قیمت است بله. حالا فعلا مو مسافرایی که در خارج داریم زیادتر در کانادا و امریکا باز برای ما روان میکنیم. خب. این 3000 روپای یک چرخه زی قیمت شد. خب یک چرخش 3000. بله این قیمت است بله. قیمت بسیار زحمت داره. بسیار تکلیف داره. استادم گودی پران فعلا ما که میبینم یک رقم خرد شده. چرا سابقه که ما خرد بودیم کلان کلان بود. نه گودی پرانا خورد نشده. ما کلان شده ما. خودت جوان شدی. خودت جوان شدی بلتا گودی پرانا همون سایس خود هست. همون سابق که جور میکنن چهار پرچه و پنج پرچه و هفت پرچه اون همون شکل هست. استاد قصه که از گودی پران بازی های خودت از خاطرات خودت اطمان که دیگه شیشه زنی میکنی در گودی تار خودت هم خوب گودی پران باز قوی بودی. سابقا در دوره دکتر نجیب بگویم دیگه به حساب. یک چرخه تار زده بودم رنگ گلابی بود. یکی را کاکا ستار میفتن خداوند مغفرتش کنه. الله آمین. که جمله گذشتگان آل اسلام جنگ انداخت. جنگ ها بسیار پیش رفت که 2000 متر تار است. 2 کیلومتر. بازی همی تارش خلاص شد پیش رفت. در چمن ببرق یاد خودت خونیست از پدرها یادشان است. از مام سنم 51 سال است. یاد خودم است که در اون صحنه بودم. بازی همی تارش خلاص شد پیش رفت. این فکرش در گودی پرانا بود. یک وقت مردم های کوچی بود که چاگک ها کنده بودن از او هم استفاده میکرده. غرم دمی چا افتاده. ایج نفهمیده دمی چا کفتید یک واده فامید اگنه چشمش سونه گودی پرانا بود. همین گودی پرانا که استاد کرده همون جنگ هم بریده. این بسیار خاطره جالب ما زده. کی را بچشم دیده دیگه؟ آه این را بیخی بمی چشم خودیم که تارش هم از خود ما بود. تارش هم وقت از پدر خدا بیامرزم تار بود. خود مقدر یاد نداشتم. بسیار زیاد تشکر استاد دیگه. ما ببینم یگان تار و یگان چرخان بگیریم بریم بخیر خودم هم یک گودی پران بازی کنیم. دوستان منتظر باشن که ما چطور گودی پران بازی کنیم. بسیار خوب. نه یاد داریم شالا یاد داریم. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. بخیر و سلامت. زنده باشید. سلام. سلام. سلام برادر جان. چطور هستی؟ صحت خوب بخیر هستی؟ جان جور قراری صحت سلامت. رنگ و گودی پران که آدم میبینه واقعا کم شوقی هم نباشی دلت میشه که گودی پران بازی کنی. شوق از پران رفته سر. بگه اینا رو یک گودی پران یک تار مورم بده. خوب است نه؟ سلامت ها چون چند پرچه بتون بتونه؟ خورد باشه کلان. نه امی من مقصد بلندش کده بتونم. تو که مقصد بلند کده بتون یمی اندازه درست است برتون؟ نه اگر رنگه که خوبش شده ما. امی رنگه که بهتر است برات. اینگه که شطور؟ گلابیش سفید و گلابی. همینا درست است؟ این چند پارچه است؟ اینا پنج پارچه. این پنج پارچه خواه بسیار خوب. این حالا یک دونه تارشان برای ما بته؟ خوش. خوب است نه؟ به تار خوب بلند نمیشه؟ نه یک چرخه تار باید امراج باشه. رنگش فرق نمیکنه. تو بکش که ببینیم باز یک شن انتخاب کنیم چطور دوستا؟ حالا شوق کردیم که ببینیم که چی میشه.
هم بی اندازه درست است؟ آه اینه بچهش تامت یک رنگ و شقی را کشیده همه تاشق خوادی را خو گرفت نمی تار بندیش چطور کنیم؟ مشکل نیست من دازیم براتان خو خیر ببینی خو چند شد قیمت ازی؟ قیمت از اینا از هر دوش 320 کنیم خو تو یک ذره جگره خو میکنیم دیگه مشکل نداره قدر دوستا عزیز تا که ایره یک تاربندی بندازیم دیگه شما منتظر باشین که بریم بخیر به طرف گودی پرانبازی در کاغذ پرانبازی یگانه رول مهمه که داره خو یکی تاربندیش است یکی میزان کاغذ پران آه میزان کاغذ پران اگر که پیش باشه کاغذ پران لوتک میخوره اگر پس باشه گودی پران میشینه به زمین باید یک برابر باشه خویر اما تو برابر جورش کردی جورش میکنیم اینه نه پس باشه و نه پیش درست یک برابر باشه اینجا و اینجا بسیار خوب یعنی میزان شان دیگه برابر شد اینجا که برابر شد دیگه کمی هر رقم که بخوایی بفرمانه برو خوب است حالا تارش چطور تارش هم بفرمان از دست خونه میبره دستم میبره تا بند خب میگه یگان دونه بفرمان شب تک دست نبره خب میگم یگان دونه بفرمان شب تک دستم نبره نگفتی خیتار ماشینی میکرد یک گودی پران پلاستیکی یا خود تار لیلون از دیگه هر قدر که احتیاط کنی باز هم یک در یک شمال تیز شوه خود دستم نبره تشکر های میدان تای میدان ادامه داره و جاهای دیدنی هنوز باقی مانده. تا برنامه بعد خدا نگهدار.